لحظات خوش خنده آرا با همکاری و بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، هموطنان بسیار زیاد عزیز ما عید سعید فطر برای تمام شما نازنینا، برای تمام شما هموطنان مهربان گل ما از صمیم قلب براتان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم لحظاتی که با ما هستین دقایق شاد با هم داشته باشیم. از طریق ازی کمره برای تمام فامیلای مهربان ما، به بزرگا، با اطفال نازنین، برای مریضای ما که فعلا در بستر هستند، از خداوند پاک شفای عاجل برشان میخواهیم و خداوند پاک هرچی عاجلتر اونا را صحتیاب بسازه و عید برشان تبریک میگیم. و کسایی که در حادثای اواخر کشور عزیزای خود از دست دادن، برشان تسلیت عرض میکنیم که خداوند پاک غم دور داشته باشه. دیگر بسیار خوش شدم که شما فامیلای مهربان خود با خود دارم. میگن زهق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی. چی توفیق از این بهتر که عزیزایت را بخندانی؟ قربان شما. میریم به سراغ یگان جوکا و فکایی ها. امیدوار هستم که تا لحظاتی که با ما هستین دقایق خوش را سپری کنیم. میگن که یک روز، یک روزی هید بود، یک کاکاگک آمد خانه یک دوست خود. یک بچگک که بسیار زیاد چوچگک داشت، یک دفعه آمد پرسان کرد، گفت تو بیا جان کاکای خود، بیا تو گل کاکای خود. این بچگک دیگه طرفش لق لق سعی میکرد. یک دفعه باز گفتش که تو بیا جان کاکای خود، بیا نفس کاکای خود، بیا طرف من سعی نکن، بیا که ایدی برات میتم. این بچگک همون ترکایی آستاست آمد دمی زانوی از امی کاکاگک شیشت. یک دفعه دمی زانوی از این کاکاگک شیشت. این کاکاگک دیگه نام خدا جان کاکای خود، نام خدا طفل باشه، آفرین، اینم تو پاک صفا باشه، اینم تو منظم باشه، جان کاکای خود نامک چی است؟ طرفش سایکت باز طرفش سایکت گفت که نام بابی چیست؟ این بچه یک طرف سعی کرد گفت که نام پدر. یک دفعه بابایش گفت که بگو بچیم، بگو نشر بوی، بگو نام پدر چیز. نام پدر نام پدر. آله بگو بچیم نام پدر چیز، بگو، بگو بچیم، بگو جار کاکای خود، بگو نام پدر چیز. نام پدر گو. یک دفعه بابش طرف سعی کرد گفت که نام ما چیز، گفت که پدر نام گو است. و لوده نام ما چطور گو است؟ چطور نام ما گو است؟ به خاطر که هر وقت من لط میکنی میگی گوساله. میگن که یکی از خانما رفت یک کس پیش خود آیر کرد که به حساب کارش کنه و این بچه ها که گفت که فکرت باشه که برش صدا کرد که رستم بله مرگ، بله چای دم کردی؟ بله نان آوردی؟ بله
چی کردی؟ رفتی سودا ترکاری از بیرون آوردی؟ بله. خودگاه طرفش باز سعی کرد گفت که فکرت باشه که اگر ما کدام وقت دو اتاق می باشم وش کنی که ندرایی به خاطر از این که گفتن همیشه لباس های ما چنج کنم گفتن همیشه انسان از فامیلی مرگ ها بگو بله بله خودم این اصنا دیگر روز مترکایی یک دفعه ای رستم همین دروازه را عاجل مترکایی بی خبر دروازه را واز کرد و یک دفعه دمی دید که این خانم همت وار خطا شد من نگفتمت که رستم دروازه را بی خبر واز نکو گفتن همیشه که ملباس های ما بپوشم ای رستم طرف سر کرد بی بی جان گفت هر وقت که من میایم از غارک قلف سعی میکنم اگه کالا پوشیده بودی اونه نمید گفت دیگه فکرت باشه برای تیز برای گفت دیگه فکرت باشه که از غار قلف هم سعی نکنی تو لوده میریم به یک آهنگ قطغنی ستاره آسمان از ریزه ریزه بالا میدم مبارک مگم امرسیه از قبل خیزه گلمی در مباره خداوند آمرا باران بسازی گلمی در مباره سر زلفای یار جانم بریزه گلمی در مباره گلمی در مباره گلمی در مباره گلمی در مباره خوشحالی و خوشبختیت مبارک ات مبارک آها 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 رامین جانم گل یک دانه باشی گلمی در مبارک چراغ روشن یک خانه باشی گلمی در مبارک چراغ روشن خانه خودتان گلمی در مبارک سر زرمه چخن از دانه باشی گلمی در مبارک خوشبختی و خوشحالیت مبارک گلمی در مبارک ماشالله دشمنات پر شود دیدن نداره گلمی در مبارک گلمی در مبارک آها چک 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 بیا دمیدان بیا
بیا بیا نام خدا چک چک دوست عزیز آها ماشاءالله آها 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 قربانت آها عجب دلگیر و زار است گلم ایدم مبارک هزاران تو شکا قالین چه باشه گلم ایدم مبارک بزیر پایکش مانند خار است گلم ایدم مبارک گلم ایدت مبارک گلم ایدت مبارک با خنده آرا لحظات خوش داشته باشید با همکاری تاکارت او یو جی بی انترنت تر 10% تخفیف سره و میگن که زن یک خانم بسیار مقبول در یک آپارتمان کوچ آمد به مجرد که کوچ خدا آورد رفت یک دفعه دمی اسنا دروازه همسایه خدا تختخ زد طرفای شام شد دیگه دروازه خانه همسایه را تختخ زد یه همسایه دیگه از امون زنه کبازای درجه یک دیگه این کمی دروازه را کمی واز کرد که یک دفعه کمی واز کرد که خانم دید سبحان الله نام خدا او سرقه توشم و مو خدا یک دفعه خانم طرف استعی کرد گفت سلام والیکم مو خدا خیرت است بفرمایید امر خدمت باشم ما نو کوچ آمدیم جان از کجا تشریف آوردین؟ ما از یک شهر دیگه نو آمدیم همسایه روبریتان هستم خدا بیارید امر خدمت باشه ما از طرف شو خودت کار داری جای؟ نه از طرف شو نه جای کار ندارم امر خدمت باشه از طرف شب نه خب بخاطر از این که من از طرف شب خانه نمی باشم خودت خانه می باشی؟ از طرف شب تو چطور خانه می باشی یا نمی باشی؟ بخاطر از این که من خودت می باشی یعنی خانه؟ خانه می باشی از طرف خانه می باشی من از طرف شب کار می کنم ما ستاره را شمار میکنم یک ستاره خودت هستی نام خدا دیگه چی کار میکنی از طرف شب؟ میرم در نایت کلاب ها میرم باید میخوانم وقت ما خوش تیر میکنم ساتیری میکنم وقت کنار توی امشب در خانه هستی همی سگک من نگاه کن برات میارم همی سگک من نگاه کن من تا یک پلاستیک هم برات میتونم فکرت باشه اگه در اون جا کدام چیز کرد آسته که در کلوله بگیریش در اونمو بانش داد من میایم باز بر من تسلیم شد نمایشگاه شعر بود که شعر می آوردن در یک سالون نشان می دادن به مردم نفره که شعر آورد در اسپیکر صدا کرد که
دلالا. نفر گفت چی گفت؟ پال فایلش گفت کی دلیر است یا نه؟ گفت خوسعیز دیگه دمی تالار دیگه دمی کلان دیگه یک تئاتر بود. این شعر آوردن، وقتی که شعر آوردن مترکایی شعر همون غرابه کده آمد، کمی آمد دمی اصنا این نفر شعر دیگه همی شعر الاکت، این شعر کمی الاکت سیب این شعر دیگه خود شعر درنده بود. آجل همی کلگی سیب چیخ زده بر آمدن، چیخ زده بر آمدن از یک سر کلگی بر آمدن. یک دفعه یک نفر بیچاره دیگه نمود خودش شیشته بود، این همون شور نمی خورد، شور نمی خورد. یک دفعه در سپیکر صدا آمد که تو که شور نخوردی از جد جایزه را برده، جایزه ترس بردی، شور نخوردی جایزه بردی. یک دفعه دمی اصنا شعره که بردن نفر آمد گفت چک چک کردن، گفت که بر از این کف بزنین مبارک 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 مبارک. این نفر بیچاره گفت چی مبارک؟ گفت جایزه را بردی، جایزه را، گفت جایزه دلیری را بردی. گفت بر پدرتان نالت که جایزه تا اول پیش از جایزه برای من یک تنبان بیاری. بگن که خانم در مجله خان برای شوهر خود گفت که تو دیدی که در این مجله چی نوشته کردن؟ نه من ندیدم عزیزم. گفت چی نوشته کردن در این مجله؟ من در مجله خواندم که در شرق زمین یک کس خانم خود به گاو تبدیل کرده، گاو گرفته خانم خود داده. اگر تو باشی عوض از یادم می کار می کنی؟ یک دفعه این نفر طرف از خانم خود سعی کرد گفت عزیزم خفه نشی و خیر ببینه گوت واده، من با یک پشک رازیستم. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره بر می گردیم با شما فامیلای گل و مهربانه. با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید، با همکاری و 1 GB انترنت الی 30% تخفیف و خدا دکری، میزنم خدا دکری.
آها چک چک بچه نازنین پتلونت موزی روز است پتلونت موزی روز است پتلون شاری دگی دارد نرخ دلری دارد نرخ دلری پتلون شاری دگی دارد نرخ دلری دارد نرخ دلری آقا برایم چه وقت یک پتلون نو میخری پتلون نو میخری سنفی های صبح از خاطر تو میکنم کی صبری میکنم کی صبری خوشب از خاطر تو میکنم کی صبری میکنم کی صبری آقا برم چه وقت یک پتلون نو میخری پتلون نو میخری سنفی های تنم میتن میزنم خدا دکری میزنم خدا دکری دوستان عزیز، فامیلای مهربان ما، جوانای گل ما، یک عالم تشکر از محبتایتان، از لطفتان. امیدوار هستم که تا لحظاتی که ما با ما بودین دقایق خوش را سپری کرده باشیم که انشالله کردیم. میریم به یک چند جوک و فکایی دیگه. میگن که یک دختر عاشق یک دکتر گوش گلون شد. دختر عاشق دکتر گوش گلون شد و یک دفعه آمد پیش دکتر گفت که دکتر صاحب بله چی تکلیف داری؟ بله دکتر صاحب بله چی تکلیف داری؟ گفت که یک دفعه دختر گفت که دکتر صاحب تکلیف گوش دارم گوشایم نمیشنوه یه دفعه دکتر آستای کردم ترکایی گفتش که دکتر برش گفت که برو در این اتاق دیگه برو جمپرت بکش که من بیایم ماینه کنم گوشای چطور است یک دفعه دمی اسنا که همی آمد پس سر که جمپر خود کشید یک دفعه دکتر آمد گفت که پس جمپرتو بپوش
چرا دکتر صاحب ما اینیم نمیخلی؟ گفت نه گوشای جور است. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره بر میگردیم با شما نازنین آقا. با خنده آرا لحظات خوش داشته باشید با همکاری تاکارت او یو جی بی اینترنت تر 10% تخفیف سره و دخترک نووقتای شب میامد از دیسکو میامد میرفت در خارج زندگی کرده بود و نووقتای شب میامد خانه یک دفعه مادرش برش گفت که صبرینا بچه دیگه دمی که رفتی دمی نایت کلاب ها و یا وش کن نری بچه که گوشکت کر میشه موزیک بسار زیاد بلند است گوشایت کار میشه دیگه در مینایت کلاپا که یا رفتی دیگه اوش کنی که دیگه در نری که در اونجا بسار زیاد موزیک بلند است ایگپا بچم خدای نخواسته گوشکایت خراب میشه گل مادر خود یک دفعه این دخترک طرفش سعی کرد چون از دسکو میرفت و موزیک بلند بود و ایگپا یک گوشار هم دیگه گفته یکان تو عدس داده بود عدسته که زیاد موزیک شنیده بود و گم موزیک شنیده بود گوشار عدس داده بود یک دفعه گفت که مادر خود گفت که مادرش گفت که وش کنی بچه هم دیگه در دسکو نری دسکو بسار زیاد خراب جای دیگه دسکو نری یک دفعه دخترک گفت مادر جان دلت دپیر میتی دلت در جوان میتی خودت حق داری خودت مادر مستی دلت دپیر میتی دلت در جوان میگن که هموطنهای ما یکی از هموطنهای ما از لغمان همراه شیطان مسابقه کرد همراه شیطان مسابقه کرد گفت که آه بگه نه آه تو نامت شیطان است نامت شیطان ما از لغمان استم لغمان بگه نه یک مسابقه میکنیم بگه یک دفعه گفت شیطان گفت چی مسابقه کنیم خب بگی یک مسابقه عوض خانی میکنیم گفت خب صحیحست گفت هر قدر عوض داری بخن نه هر قدر عوض داری هر قدر آهنگ یاد داری بخن بعد از او باز من میخانم اول از تو شو بعد از او باز از من یک دفعه شیطان گفت نه اول تو بخن بعد من میخانم بازی امی بچک از لغمان ما بود بازی گفت نه اول تو بخن بعد من میخانم بخو شروع کن خوی بیچاره شیطان دیگه شروع کرد که لا بازی آهنگ خلاص شد دیگه آهنگ شیطان شروع کرد خود دیگه یک دفعه لغمانی هموطن ما گفت این کدام موزیک است که تو میخوانی شیطان گفت این موزیکای وطن ماست ما خو یگان 20 قسم 30 قسم کلچر داریم ما برات خوانده میرم خب بخان نه بخان اما 20 قسمش کلچرش بخان ها بخان اما 20 قسم کلچر بخان خسیبی باز شیطان شروع کرد می خواندنا صاحب شروع کرد یگان 20 خواندن دیگر باز شروع کرد دمی اسنا خواندنا خلاص شد نوبت به لغمانی ما رسید نوبت به لغمانی ما کمی رسید دمی سر شانای شیطان کمی شیش گفت که نال خوب صحیح خو اینه تعالی که اینه قدر را آمدی اینه تو سر شانای ما بودی نه اینه فکرت باشه که کل خاندانه را قدی خو اینه تعالی تو در سر شانای ما بودی اینه نوبت ما میشه اینه ما در سر شانای تو بالا میشه دمی سر شانای دیگه لغمانی ما بالا شد صحیح دیگه می شروع کرد دیگه وطن لغمانی ما چلولو جندم چلولو جندم چلولو جندم چلولو جندم چلولو جندم چلولو جندم لندم دم چلولو جندم چلولو یک دفعه بیچاره شیطان هم ترکایی گردنش باد گرفت گفت چرا چی میکنی؟ شیطان گردن ما باد گرفت لغمانی ما گفت خب بعد خواست پایان مبرایا یه چطور بعد تو در موائین گردنت هست
گفت خواهم مقصد باد گرفتن، این باد بسیار زیاد چیز هستن، این باد از اون نیست که از پایان برایه، این باد است که مترکایی شیشتی بسیار زیاد گا. چیز مرا تیز و آنگای تا خلاص کو. و نه بابا انو زیاسته ایسته تال انتریش منده انو تال خانم به شوهر خود گفت، گفت که عزیزم، شوهر برای خانم خود گفت، گفت که اگر تو مثل محمد علی خیلی زور می داشتی و مثل قارون زور می داشتی و مثل محمد علی خیلی پیسه می داشتی چی می کدی؟ شوهرش طرف استعی کرد، یک راز می بردم دمی پشت خانه آقای تایت می کدم یک زن نو می گرفت. و حالا میریم به سراغ یک پرچگک تمثیلی کوتاه دوباره. و این پرچه فقط راجع به می دوستایی است که زود آزرده میشن از یکی دیگه و زود پس از هر دوباره آشتی میکنن. بله بله آقا گل، آقا گل، وردار گوشی را، وردار گوشی را، چطور کنم از برای خدا؟ آقا گل، حال خیر است که حال مخو کدام گپ بد نزدم، حال من زنت هستم، خیر است، حال مخو کدام گپ بد نزدم، اینم اینجا شیشته بودی، خشتکت غار بود، اونجا رفیقت هم ترکایی طرفش سعی میکد، من هرچی که ترکایی ترکایی کدم، دونمو به حال خب مخو کدام. من دیگه که گپ نمیزنم. حال سلام، چطور هستی؟ چه حال دادی؟ خوب هستی؟ چطور هستی عزیزم؟ من سرقه شویم شوام، من قربان شویم شوام. آقا گل تو خب از من شویم نیستی، پدرم هستی. من سرقه تو شوام. آقا گل خیر است که زنشویا بسیار زیاد با هم مذاق میکنن، زنشویا بسیار زیاد یکی دیگر از دوست میداشته باشن. حالا تو خب همونجا خب گناه من نبود، من خود ساده بودم، خیر است، من معذرت میخوایم. تو همونجا که شیشتی ترکایی خب سعی نشیشتی، یعنی ترکایی شیشتی که ترکایی که شیشتی و رفیقت هم ترکایی دو سه دفعه سعی کرد خنده گرفتش، آدم با نزاکت بود، روی خود طرف قالین چشمای خود طرف قالین چیز کرد خنده کرد. من که دیدم طرفش سعی کردم گفتم ببخشی بیادر جان، همه تاجل برآمدم، مرا حیا گرفت برآمدم. حال تو چرا نگفتی؟ چرا موجه برای من نگفتی؟ چرا موجه اشاره نکدی؟ این حال او کل رفیقم برای خود دیدی که تو یک عادت داره که کل گپ هم یک گپ که دمی دانش برآمد اونم او گپ هم میره برای کل اگه میگه، این حال برای کل اگه میگه میره برای کل اگه قسم میکنه که خشتک آقا گل خوار بود. همی خود صدیقی تو را نشان میتد خود تو حال صدیقی مرا خود نشان میتد. من چی خبر دارم که تو درها چاک چاک را میری دیگه؟ خو هر کسی که به می شکل متوجه باشه، خو یک جای خیز مندازی متوجه باش که یک چیزی که میشه خو متوجه باش. حالا من خو کدام گپ بد نزدم، با بیا معذرت میخوام، قربانت شوم، بیا خیر است، بیا خانه بیا. نه من دیگه خانه نمیام، من میرم اونجا، من دیگه سر تو دیگه زن میکنم، یعنی بی خیال جمع باشم سر تو دیگه زن میکنم. این سایکو اون من بودم که تو را گرفتم، فهمیدی؟ اون من بودم که تو را گرفتم، دیگه کس تو را نمیگیره، فامیدی؟ دل جمع باشه، هر زن هر دختر که اختر بگیره من اینال در اخبار نوشته میکنم که بنام آقا گل اگر هر جای خازگار میره فکرتان باشه، اولین کار که میکنین خشتکش بدوزین، دومی کار میکنین که آقا گل یک آدم است که در پای تومت میکنم، در پای تومت میکنم، میگم آقا گل در میخانه تان که در طرف زنایتان سعی میکنه، چی کدمید باز تو بهتر بیاره کس میگیره؟ والا راستی هم دیگه، یعنی همی هر چیزی که میگه خدا نجات بده دیگه، من دیگه حال تو را شناختم، من تا حال گفته بودم که من مزاق کردم آقا گل، همی یک ذره فکر طبیعی بیا ایسای که بیا همی ایده کت من تیر که ساتیری کنیم، بیا گمشک و روزه را یک جای افتار کنیم، من سرقی از او خشتک غارت چوان، بیا
بیا قربانت شوم، بیا دیگه ایش کو مزاق کنم. من خود آدم میگه من دنیا را به یک تار موید نمیدانم. دنیا را من او زنه که غیبت شوی خود میکنه، او زنه که عزت شوی خود نمیکنه، او زن زن نیست، او زن هیچ انسان نیست. باید از آدم شوی خود عزت بده. خو خیر تو من اینجا اشتباه شد، خیر است من اشتباه کردم، قربانت شوم بیا دیگه. خویانی فکرت باشه که این گپ بین ما و خودت باشه و او رفیق ما برای ما گفت، رفیقم برای ما گفت که گفت بسیار خنده کرد، بسیار خنده کرد، بسیار زیاد دیگه خنده کرد. آخر گفتم بچیم تو خوب بیادر مستی خدر خنده نکو، انسان است، از پیش آدم یک اشتباه میشه دیگه. اینه من خانه میایم عزیزم، خی خودت تو هم تیار کو که همین نانمان بگیریم و همین نان تا گرفته میریم خانه پدرت و نمونجا ایده امرای پدرت یک جای با هم سپری کنیم. آه بیا دیگه سرقی سرت جوان بیا، انشالله که دیگه گپا خیر است. انسان است میگه از خردا از کلانا لخچیدن، از خردا بخچیدن، یا میگه از خردا لخچیدن و از کلانا بخچیدن، همت یک چیز است دیگه. بیا قربان سر چوم، خدا حافظ دیگه، بیا دیگه منتظر تستم اینم اینجا دیگه. یعنی تاختر میرم در تشناب میرم، همه تشنابم گرم میکنم که آقا گل ما کیسه کیسه، آقا گل ما کیسه کنم بود از سنگ پای سنگ پای بود از دیگه. میفهمی که آقا گل ما بود از دیگه باز کالای پاک بپوشانم و ایدی کل ما اردوگه که ما یک جای بودیم. خب صحیح برو دیگه، زیاد گپ نزن، لای گپ دانید بکفه. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم با شما فامیلای مهربان من. دوستان عزیز، فامیلای بسیار گل ما، کمی لذت تلویزیون یکم میبینین، یک عالم تشکر از مهربانیتان، از لطفتان. بسیار خوشحال هستم که در روزهای هیت با شما فامیلای مهربان خود یک جا هستم و شما فامیلای مهربان خود خوش و سرحال میبینم. یک عالم تشکر از دوستا و عزیزایی که در روزهای هیت مرا در بازار دیدن، در بعض دوکانها یکمک بار خرید داشتم دیدن، محبت کردن. از کلتان یک عالم تشکر، قربانتان شوم. من کل مردم خود دوست دارم، کلتان فامیلای مستین. فقط هدف من اینمیست که شما را بخندانم، شما را خوش نگاه کنم و لحظاتی که با ما هستین امیدوار هستم که همیش خوش باشین. میریم به یک جوک دیگه، به یک فکایی دیگه. میگه که بچه دست امرای پدر خود غال مغال کرد، گفت که بچیم بیبی زن دادم ته، زن دادم ته، یک ذره اوشار شو. چرا ترستی؟ ایت خبت برده. او بچیم یک ذره اوشار شو، او جان پدر، یک ذره بیدار شو، یک دست راست و چپت بفهم. دو قند پدر خود. حالا چه خواهی گفت میزنی آقا؟ حالا یک زن دادی امورم پس بگی. زن دادی. اخه میگی که وظیفه یک پدر اینمی است که بچه خود زن بده. خب بچه میانه من میگم گل پدر خود. یعنی من برات میگم که حال زن دادمت یک کمک باره هوشیار باش. همیش خانمت عزت کو، بچیم خسرانت عزت کو، جان پدر خود یک ذره نزاکت های اجتماعی را یاد بگی. این کدام گپ نیست؟ حالا چی اجتماعیش چیست تک دادن؟ مرگه برای از خانه برای. خوی پدر بیچاره بچه را کشید امرای خانمش، بچه رفت امرای خانم خود در یک لب دریا، همونجا یک خانگک جور کرد که از اون طرف یک دونه ملنگ آمد. ملنگ سعی کرد گفت چی میکنی؟ گفت که خانه جور میکنم. گفت ملنگ گفت اینجا جور نکن که بادان گل، اینجا سیل میآید. یک دفعه این بچه گفت آمد سیل پای نداره که بالا شد، برو به تو غلط نیست. خب گرفتی خانه را بر از این جور کرد، خانه را جور کرد. ای ملنگ رفت پیش خداوند پاک یک عذر زاری کرد که یک باران شدید شوه که همی خانه از این بچه خانهش از سیل ببره. خب باران شد و خانه از این سیل برد. پس سر آمد که این بچه قرار کرد در موسر گلا شیشته، این ملنگ آمد یک دفعه گفت که من نگفتم ازم
من نگفتم در این جوابات نکو که سیل میبره، چندان منطقه نیست. یک دفعه ای بچه یک سعی که طرفش گفت منطقه خوب منطقه بود، سربالایی بود، خب بر پدرک شیطان نالد. و آله میریم یک آهنگ زیبای نازنین مشنویم با چکچکا و با تشویقای شما. آها دوستای عزیز، فامیلای بسا مهربان، گل ما، قربان یک یک شما، یک عالم تشکر از حوصله افزایی شما و نمیفهم چه قسم تشکری کنم از محبتایتان. فقط همه میگم که قربان یک یکتان، خداوند پاک شما را همیش خوشبخت و سربلند و سرفراز داشته باشه. عیدتان براتان باز هم تبریک میگم، عیدهای خوش داشته باشین. دوستای عزیز، برنامه ما به همینجا خاتمه یافت. تا پروگرام دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. شب و روزتان عید باشه، شبهایتان براد و روزهایتان عید. یک عالم تشکر. تا خنده آرای دیگر با همکاری اعتبار دارد. و